سلام و صد سلام خدمت همه شما رادیو پیجی های محترم. بعد از سومین نمایش مناظره میریم که داشته باشیم اولین رادیو پیج در هفته جدید رو که به شکل اکسپورت اورینتد روی آنتن میره و لوله میکنه کلیه نامزدهای انتخاباتی رو. پکیج پارچه سبز و زعفرون و نبات رئیسی هم هیچ تأثیری روش نداره. اونایی که موافقن لیست انبالشون رو کنن. 4% و 96% هم بیل میرم. آقا برو بریم. مناظره سوم نمایندگان 42 بغداد حضور داشتند، فقط علی بابا غایب بود، یعنی همون سید علی بابا. یعنی از پای مناظره که پامی شدی اولین چیزی که به ذهنت میزد این بود که یه مش دزد یقه این ملت رو گرفتن، ولکن معامله هم نیستن. صاف تو چش همدیگه نگاه میکردن و روبروی دوربین زنده غارت‌های همدیگه رو افشا میکردن. یکی میگفت تو خونت 350 متره که قسطی و ارزون خریدی، اون یکی میگفت تو ویلای شمالت رو مفتی برداشتی، اون یکی میگفت فلان باغ و ویلا رو از سفره نظام کش رفتی، اون یکی میگفت بستنی 400 هزار تومانی کوفتت بشه. خلاصه هر کی هر چی دستش اومده غارت کرده. حالا هم التماس که بیاین به ما غارتگرا رأی بدین. تازه خوبه قبلش براشون قوانین رو خونده بودن که مقام عظما و سپاه و مقام مشتبه و دکل خورا و اونا رو نگین، ولی تا همین جاش هم اون چه که بیرون زد نوک کوه یخ بود. آیون داشام سوال اول اینه که برنده این مناظره کی بود؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینیم اصلا اینا تو این مناظره چی گفتن؟ شیخ فری و پتوی پوششیش یعنی اسحاق که میدونستن موضوع اقتصاده و اونا تبانی کردن که یه حال اساسی ازشون بگیرن، از همون اول سر لوله توپو گرفتن سمت رئیسی و قالیباف تا قاضی و سردار رو بدوزن به هم. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم. شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود. آقای رئیسی عزیز، شما راجع به من هر چی می خواهید بگید، دست شما بازه، همه کار می تونید بکنید، دادستان روحانیت هم هستید، می تونید همه علما رو دستگیر بکنید. باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. آقای قالیباف، وقتی که مردم ایران در سال 91 در تحریم‌ها گیر کرده بودند، دنبال دارو میگشتند، دنبال مثال ضروریشو میگشتند، شما در برج میلاد بستنی 400 هزار تومانی برای چه کسانی سرو میکردی؟ از اونورم قالیباف دست انداخت گوش داداش شیخ فری و زمینایی که قلومبا کرده رو گرفت کشید وسط مناظره. جناب آقای روحانی، جناب عالی میفرمایید هر کسی هست باهاش برخورد کنن. خب اولین برخورد خودتون انجام بدید. شما که مطلعید که بستگان شما در کنار شما امروز دارن چه میکنن در حوزه های مالی، اقتصادی و بانکی، من مطمئنم شما مطلعید. چرا برخورد میکنید؟ چون خود شما هم از این رانت استفاده میکنید. وقتی استفاده کردید نمیتونید برخورد کنید. آقای روحانی، حجت الاعدام رئیسی هم که خودش رئیس بزرگترین بنگاه اقتصادی ایرانه و خودش هزاران خانواده رو بی سرپرست کرده، به ناگهان تصمیم گرفت که تو حوزه تخصصیش کار کنه که آی من نماینده فقرام، من نماینده کارگر و زنای بی سرپرستم، به من رأی بدین، به من رأی بدین که من مد نبودی ببینی شهر آزاد گشته. من دستی بهش ولی جاد خالیه، نیستی ببینی شیکم زیر شهاریه، شام گوشت تازه غذا مرغ و پلو، صبونه شیر و کره عسلی از جلو، پول نفو میاد در خونه تحویل میده، همه دائما ای قربون هم میره، جوونا همه ظالم و تندرستن، نه تو خط مواد و نه اهل قرص، همه چی از سخون و خرخن در خوشی، دیگه زیر صفر آمار خودکشی، همه متفکر و کسی معترض نیست، قانون برقرار و منحرف نیست، همه چی استاندارد تعریف شده، مد و بیمه و زیر و بر تامین شده، هر کارگری یه ویلا توی شما اصلا نخواسته بهش تحقیر شده. هر روز داره واژگان جدید وارد ادبیات سیاسی جمهوری آخوندی میشه. قبلا رو که یادتون هست
فتنه و لولو و خس و خاشاک و اینا دیگه تکرار نمی کنم دیگه، گازنبر و الباقی. حالا دیروزم تو مناظره یک کلمه دیگه به این ادبیات مزخرف اضافه شد، لوله. بله لوله، احتمالا از همین لولای فاضلاب منظورشونه. حالا قطرش و اینه که چند متر رو نمیدونیم، اما خب گویا گفتن لوله میکردی، لولت میکنم، لوله شدی، لوله کردی، به سر اون لولو بده بیاد که دودش در نره. اینطوری که پیش میره این ادبیات سیاسی همینطور غنی‌تر هم میشه. آچار فرانسه، سیفون نظام، شلاقی، پیچکشتی نظام، رول پلاک نظام. نظام که نیست، کارگاه فاضلابه. خوشگل موطلایی، تو لوله کش مایی. از این بزرخسوندن های امام سفیده و امام سیاهه که بگذریم، میرسیم به نمک مناظره، میرسلیم و هاشمی تباه. میرسلیم که شده بود مرکز طراحی سوال، کم مونده بود از مجری که خودش سوال میکردم در رابطه با عملکرد 4 ساله گذشتش سوال کنه. اما هنری ترین آکت میرسلیم اون قسمتی بود که از واردات چین انتقاد کرد. حالا خودش کیه؟ کاندید مؤتلفه است که بزرگترین وارد کننده کالا از چین. و اما مرد ناامید و خسته مناظره، همون پسر معروف تلگرامی مصطفی هاشمی تباه که تو مناظره آخر رمز انتخاباتیش یعنی اکسپورت اورینتد رو کرد و اسباب دردسر برای جنتی شد. چرا که نمیرالدوله تازه یاد گرفته بود که بگه سانتریفیوژ، حالا باید بره تمرین کنه که بگه اکسپورت اورینتد. منم شیخ احمد جنتی موشه بلایم، همون که ازرائیل داره از دست شکایت، به دنیا اومدم ناگهان در روز بیگ بنگ، گذاشتن اسم تو جنتی آخونده الدم. از حماسه های دیگه این روانپاک این بود که سوال مجری رو فراموش کرد. آقا رکورد جدیدی رو در قدرت تمرکز کاندیداهای ریاست جمهوری به ثبت رسوند. جناب هاشمی تباه، سوال جناب عالی این هست: چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور دارید و ملاحظات شما برای حمایت از تولید و اشتغال در این زمینه چیست؟ 2 دقیقه جناب عالی فرصت پاسخ دارید. در خصوص من یادم رفت مالیات بود سوالشون، در خصوص مالیات. بعدم برای اینکه رأی کلاس اولی ها رو به دست بیاره این شعر رو خوند: ما گل های خندانیم، فرزندان ایرانیم. چه بزن بزنی بود این سومین مناظره. ببینین نمایش انتخابات چه پته هایی رو که روی آب نمیریزه. از اون طرف خالیباف میگفت که وزرای دولت روحانی کاسبن و مایه‌دار و پولدار، از در و دیوارشون هم پول براشون میریزه. بعدم شیخ حسن و جهانگیری هم گفتن برو محمد باقر، تو خودت یه پا سرمایه داری، با ما پیش تو لنگ میندازیم. بعدم بگم بگم شروع شد و این که آی سند میارم و سند نشون میدم و سند نشون بده و این چیزا. البته ما مطمئنیم که اینا مرد این حرفا نیستن که بخوان اینطوری دزدی‌ها و غارت‌هاشون رو واسه مردم رو کنن. اما خب اگه پای دو تاشون به چالش محضر باز بشه، احتمالاً یه همچین دیالوگ‌هایی رو خواهیم شنید. عمامتو بده به جاش چفیمو بدم، باغ کردانو بده به جاش ویلای لواسونو بدم، اون پورش نکمدادیه، آره همونی که تازه از دبی آوردی، اونو بده به جاش این لامبورگینی جیگریه رو بهت بدم، آپارتمان الهیه رو بده به جاش دفتر زعفرونیه رو بهت بدم، اون شرکت صادرات پسته رو بده به جاش این شرکت واردات شکر رو بدم، اون آستان قدس رو بده به جاش دولت رو بهت بدم، اونو بده اینو بدم، اونو بده اینو بدم، اونو بده اینو بدم. کتاب و نوار و اقلام فرنگی، نقاشی و تابلوهای به اون قشنگی، همه رو بردا ببن به من نمیاد چیزی نمونده دیگه از این رابطه، روزنامه یه کهنه و لامبای سوخته اونارم برد ببر. آقا میگن رئیسی از صدا و سیما شکایت کرده و گفته که این صدا و سیما اصلا عدالت و رعایت نمی کنه. هی مجری میاد میگه به لحظات روحانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشویم.
آقا چرا هی میگه لحظات روحانی؟ چرا نمیگه به لحظات رئیسی؟ اینجوری که نمیشه، این چه جور عدالتی آخه؟ ما پیشنهاد میکنیم هر شب به لحظات یکی از کاندیداها به افق تهران نزدیک بشیم. یه شب به لحظات هاشمی تبا، یه شب قالیباف، یه شب هم به لحظات میرسلیم مغرب به افق تهران نزدیک میشه. دلمو خوشتون در این برنامه داریم، یا راز بقاس یا تو سرزنون مرد کشونه، یا سخنرانی یا چرا کشونه. چند تا توصیه روانشناسانه بکنیم خدمت شما. روانشناسا گفتن که هر وقت غمگین بودین و دلتون گرفته بود، یه نگاهی به ریخت و قیافه جهانگیری بندازین، روحتون شاد میشه و لبتون خندون. هر وقتم آدرنالین خونتون اومد پایین، به حجت الاعدام روسیه نگاه کنین، یهو جریان خونتون سه برابر میشه. آره. هر وقتم احساس کردین خجالتی بودین و احساس خجالت کردین، یه نگاهی به روحانی بندازین که روش سنگ پای قزوین هم دوچار خودکمبینی میکنه. اگرم یه روزی از زندگی ناامید شدین، یه نگاهی به این هاشمی طبا بندازین، ببینید چطور هنوز با امید داره رقابت میکنه. ما نگفتیم و روانشناسا گفتن. پروانه رو بزک نکن، ستاره رو فلک نکن، دریاچه رو آتیش نزن، به من ستاد قالیباف یه برگه منتشر کرده بود که موجودی حساب من 3 میلیون تومنه، موجودی حساب پسرم هم 1 میلیون تومن. حالا خود قالیباف با این خالیای گندش به کنار، ببین بدبخت پسره چی میکشد دست این. پدره این همه بدزده، غارت کنه، چپاول کنه، اون وقت 1 میلیون تومن ناچیز بذاره کف دست پسره؟ اصلا اینقدر دلمون واسه این شازده سوخت که نگو. اصلا کباب شدیم، کباب. داداش شماره حسابتو بده ما پول تو جیبیتو برات واریز کنیم. واقعا محمد باقر چی فرض کرده ما رو که گفته پسرم کلن 1 میلیون تومن تو حسابش بیشتر نیست؟ چی؟ خب چی؟ نه واقعا دقیقا چی؟ خب اگه باور کنیم پسر قالیباف فقط 1 میلیون تومن تو حسابشه، لابد باید باور کنیم که اینم دختر قالیباف. دختری قالیبافم خوب و رنگی میبافم، علاوه بر بحث‌های اقتصادی بحث‌های باغبونی هم شد. قالیباف گفت درختی که 4 سال میوه نداده 4 سال آینده هم میوه نمیده. رئیسی هم گفت که گلابیای درخت برجام چی شد؟ این وسط جای مشایی خالی بود که میگفت بابا من درخت بودم، کاپی نکنید. خوبه همینجا یه یادی هم از احمدی نژاد بکنیم که تو این هیروویر که هیچکی اصلا حرفی نداره، برنامه‌ای نداره، اصلا هیچی نداده، اومده برنامه‌هاشو اعلام کرده. بشنویم. به سوی بهار، یا با شعارمون چیه؟ به سوی بهار. برنامه‌مون چیه؟ به سوی بهار. تشکیلاتمون چیه؟ به سوی بهار. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند، رونده باش. امید هیچ معجزی زمرده نیست. زنده باش. زنده باشید. ممنون از همراهیتون. هفته‌ای که پیش رو داریم از اون هفته‌های جنجالیه و احتمالاً خبرهای زیادی خواهیم شنید. ما با رادیو پیک هر روز با شما خواهیم بود و چشممون به افق‌هایی که در اون میهنی خواهیم ساخت، آزاد و آباد. میهنی می‌سازیم که در آن قانونی برتر از خواسته مردم نیست. رنگ ها آزادن متفاوت باشن. ساز را میگوییم به نواز از نطق ممنوع شده. به قلم میگوییم هرچه خواهی بنویس، بنویس از همه آبی.